این برگردیم با دوست عزیزم سیاوش اوستا باهاشون صحبت بکنیم. درودی بر شما و شما تو فرانسه آقا از این کاریکاتورا با این کاریکاتورا صفا میکنین و خیلی جالبه که در حال این یه مجله کامل رو اختصاص به صدعلی خامنه‌ای داده و این اسلام ناب محمدیش. درودی بر شما آقای سیاوش اوستا. درود بر شما استاد شرفشاهی، درود دارم به کارگردان برنامه و درود دارم به برادر مهندس امیر شجره. امیدوارم همه خوب باشید و شاد و درود به همه مهربانیارانی که هر کجایی نشستن و تلویزیون پارس رو میبینن و این برنامه شما رو. استاد شرفشاهی حالتون چطوره؟ عجب سیلی اومده لس آنجلس کالیفرنیا، دیدم خیلی وضع خراب کرده بود. دلم بهش حرف شد. امیدوارم که شما هم در سلامت باشید. بعد امروز پایان گرفته، الان هوا داره عوض میشه، ولی واقعا یک هفته پرباران و سیل وحشتناک لس آنجلس رو بسیار عذاب داد. بسیاری از خانواده های اون طبقات بالا بیش از طبقات پایین دچار مشکل شدن، برای اینکه سیل به اونجا خیلی لطمه زده و این سیل مثلا بی نظیری بود که ما یک هفته در اینجا شاهدش بودیم. حالا دیگه رفت شده، هوا کم کم داره صاف میشه و آفتابی میشه. امیدواریم که این هوای صاف و آفتابی به ایران هم سرایت بکنه و آسمان ایران رو صاف و آفتابی بکنه بدون وجود آخوند و عمامه. بسیار عالی. خب ترانه بسیار قشنگ شارل ازنابور همشهری ارمنیمون رو از آزادی و این شارل ابدوی عزیز و نازنین ما رفیق 35 ساله ما اینها ببینید. استاد چرفشی همونطور که شما هم گفتین، همه میگن ای مردم خاموش و خمار و چی بگم، پادشاه خوب گفت، گفت این اکثریت خاموش، بچه هاتون رو دارن جلو چشاتون پرپر میکنن، اونا با چه شجاعتی میان با اینها میجنگن، با این تازیانی که صدها ساله بر اونجا حاکمن و شما نشستید دست از خط با خطا نمیکنید توی خارج، کسایی که شما اینا اصلا شاید باور ندارید کافر میدونید، میان جونشون مایه میذاره، یک شماره کامل در میاره در رابطه با این جنایت هایی که دارن روحانیون در ایران میکنن. یک مجله جهانی معتبر که تا حالا حدود 10 نفر از افرادش رو ترور کردن، تروریست های اسلامی، این میاد یک چنین کاری میکنه که تو تاریخ بیسابقه است. بعد از اون طرف های شرفشاهی استاد عزیز، تو تاریخ بیسابقه است، هر کی رو بگین اومده از اینا پشتیبانی کرده، از این جوانان رشید و سرشور به ویژه، دختران به ویژه، زنان آریایی ایرانی سرزمین اهورایی. بعد شما مردمی که واقعا هر چی دیگه از این بعد بگن باید به شما مردم بگن، 14 قرن ستم رو پذیرفتید، ستم رو، دشمن رو پذیرفتید. خدا ما شرف شده بود به اینا بگیم، حالا اونایی که خدا رو قبول داره که هیچ کاری نداره، ولی اونایی که امید خدا و آخرت و اینا بین آخوندا چسبیدن، من به عنوان یک کسی که خبر دارم به شما میگم، خدا ارتباط مستقیم شما میتونین باش برقرار کنین، هیچ ربطی به این آخوندهای شپشو و فرهنگ صحراگردی و اینا نداره که شما فکر کنین اینا سید و اولاد پیغمبر و چه و چه هستن، بعد از کانال اینا بچهاتون هم میکشن، برین سر خاک اونا میگه آقا قرآن نخون، تو برین استاد میزنی الله اکبر و از خیلی معدود از این افراد، یا تو میریم خرج میدی، شله میدی، احیا میگیرین، خجالت میکشید. خارجی که کسی، شما سالها به اینا فوش دادید، کسانی که امکان دارست خدا رو قبول ندارن میان جونشون رو برای آزادی شما میذارن. وقت شما هید. حالا استاد چرفشه، امشب باز میخوام یه نکته خیلی مهم و جدیدی رو خدمت شما مهربانیارا بگم. این خیلی مهمه، همیشه مهم بوده، این از همه مهمتره. یادداشت کنید، از فردا، از همین الان، قلم دستش کسی، تریبون دستش کسی، باید به این مسئله بپردازید. اصل قضیه اینه، به خاطر اینه که در بدبختی هستیم. ببینید دو تا عکس دارم، شما در حضورتون اومده، دو تا عکسی که ما ببینیم این مسئله ما روشن میشه که الان در ایران کی داره حکومت میکنه، از طرف استعمار، از
استعمار روس و انگلیس و چین و کشورهای همینجور من. آقای چرفشایی عزیزم ببینید، سپاه همه قواش، یعنی بس شما بگیرید وزارت اطلاعات دوتاشو، هم حفاظت اطلاعات سپاه هم وزارت اطلاعات دولت رو بگیرید، اینا الان یک دست شده، الان یک دست شده. بله این الان دوتا عکس هم شد، یکی خیلی بهتره، همین عکس اگه ببینید، ببینید یک دست شده دست ایناست. تو این تصویر یکیش مال قدیمه یکیش مال جدیده. اون قدیمی گروهی هست که مشتبای خامنه ای در گردان حبیب ابن مظاهر توی جنگ شرکت کرده، و این آدمایی که میبینید دور برشن همه تو اون عکسه، اونا جوانیشونه که با مشتبه خامنه ای بودن. این گرد حبیب ابن مظاهر مال لشکر 27 محمد رسول الله بود. تمام افرادی که اونجا هستن چند تاشون کشته شدن، بقیهشون همه الان قدرت سیاسی امنیتی و سرکوب، خصوصا سرکوب، سرکوبی که 98 شد 96 شد الان میشه زمان احمد نژاد شد، همه این سرکوب ها دست همین گروهه. مجلس بست قالیباف فامیل مجتبی خامنه ای، فامیل با مشتاق خامنه‌ای یک دست شد. رئیس جمهور تو همون عکس شما دیدید، تو همون عکس میبینید رئیس جمهور ابراهیم رئیسی، میبینید تو جوونیشو دارید میبینید کنار احمد مروی، یه جوونیه که نه لباس تنشه نه هیچ، اینو بعدن هم لباس روحانیت پوشیدم، اون کنارش احمد مرویه که احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی، یعنی وقتی رئیسی اومد بیرون این احمد مروی رو جاش گذاشت، رفیق اینا همشون هم با چون مشهدی هستن با مشتبه خامنه‌ای. اون مشتبه خامنه‌ای رو وسط میبینید و دور برش تمام آدمایی که الان همه اینا قدرتمند شدن، از آقای محمد کاظمی که اطلاعات سپاه رو به تازگی در دست گرفت تا حسین محمدی، بعد شما عرض کنم خدمتتون بیاد افراد دیگه، محمد کوثری، آخوند علیرضا پناهیان، آخوند علیرضا پناهیان، حسن محقق فرمانده سپاه، ابراهیم جباری فرمانده سپاه، علی فضلی فرمانده سپاه، حسین نجات فرمانده سپاه، آدمی که خیلی خوب همه میشناسینش در سرکوب با دست داشت در الان دست داشتیز، حسین الله کرم، سعید قاسمی، حسین یکتا، این آخونده که شپشو که اومد اخیران توهین کرد به دختر حمید رزمی، سعید حدادیان همین مداح مشهور، زاکانی شهردار کنونی تهران، سعید جلیلی و و اینا همه با و مهدی خزعلی، احمدی نژاد، آقای شرفشاهی احمدی نژاد، اینا همه جزو باند خامنه‌ای هستن. برای همینه که شما میبینید مثلا بعضی از جوستان بیان زر بزنن، گفتم باش داشتم پیش از این که شهردار بشه، یا مثلا آقای از خودم خدمتون احمدی نژاد و مهدی خزعلی، اینها میدونید میبینید دیگه چه کردن میکنن، اینا همه تیم و باند مشتبه خامنه‌ای بودن که مشتبه خامنه‌ای از هنگامی که خاتمی رفت و احمدی نژاد اومد، چه دور اول چه دور دوم، قدرتی که من دست اونه، اونی که داره رهبری میکنه، اونی که داره میگه اینه با روس ها البته، و از همه مهمتر آقای شرفشاهی، اون اینه که این نیروهای سرکوبگر، این فرماندهای سپاهی که من گفتم همه نیروهای اطلاعاتی و سرکوب سپاه هستن، همه اینها توی همین باند و محفل قدرت مشتبه هستن. استاد شرفشاهی در فلسفه و در مدرسه نظام که تحصیل میشه، اونها اینجا یک پرنسیپی دارن، میگن وقتی دشمن به تو حمله میکنه اگر تو ذکاوت داشته باشی اون ضد حمله که میخوای بکنی ره کار میکنی که به نفع تو بشه، از همون حمله او بهره میبری. اوایل انقلاب سیاه و استعماری
در ایران یه فردی بود به نام حسن آیت، کشتنش، از همینا بود، تئوریسین نظام روحانیت بود ولی فوکل کرواتی بود. حسن آیت اول انقلاب وقتی داشت ترسیم میکرد خط مشی این آخونده رو همینو گفت، گفت ما دشمن زیاد خواهیم داشت ولی باید بلد باشیم ضد حمله رو هر